بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وتحياته على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين وصحبه المنتجبين. قال الله الحكيم في الكتاب المبين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال عز من قائل: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. در آغاز لازم می دانم به همه شما میهمانان عزیز، رؤسای محترم مجالس، رهبران گروه های مختلف فلسطینی، اندیشمندان، فرزانگان و شخصیت های برجسته جهان اسلام و دیگر شخصیت های آزادی خواه خوش آمد بگویم و حضورتان در این نشست ارزشمند را گرامی بدارم. قصه پرقصه فلسطین و اندوه جانکاه مظلومیت این ملت صبور، بردبار و مقاوم، حقیقتا هر انسان آزادیخواه و حق طلب و عدالت جو را می آزارد و درد و رنجی انبوه بر دل می نشاند. ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواه با هر سلیقه و روش می توانند در یک هدف گرد هم آیند و آن فلسطین و ضرورت تلاش برای آزادی آن است. با پدیدار شدن نشانه‌های افول رژیم صهیونیستی و ضعفی که بر متحدان اصلی آن به ویژه ایالات متحده آمریکا حاکم شده است، مشاهده می شود که اندک اندک فضای جهانی نیز به سمت مقابله با اقدامات خصمانه و غیر قانونی و غیر انسانی رژیم صهیونیستی میل می کند. البته هنوز جامعه جهانی و کشورهای منطقه نتوانستند به مسئولیت خود در برابر این مسئله انسانی عمل کنند. ملت بزرگ فلسطین که به تنهایی بار سنگین مقابله با صهیونیسم جهانی و حامیان قلدر آن را به دوش می‌کشد، صبور و بردبار اما مستحکم و استوار، به تمامی مدعیان فرصت داده است تا ادعای خود را به محک تجربه بسپارند. میهمانان گرامی، خطرات ناشی از حضور رژیم صهیونیستی هرگز نباید مورد غفلت قرار گیرد و لذا مقاومت باید از همه ابزارهای لازم برای استمرار کار خود برخوردار باشد و در این مسیر همه ملت‌ها و دولت‌های منطقه و همه آزادی‌خواهان جهان وظیفه دارند نیازهای اساسی این ملت مقاوم را تأمین کنند.